رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام دوستان، با یکی دیگه از داستان‌های رادیو ممنوعه با شما هستیم. این داستان بر اساس حقیقت بوده و قضاوت واقعی بودن و نبودن این داستان به عهده شما عزیزانه. من با حمید توی مهمونی آشنا شدم. حمید یک بچه پولدار بالای شهر، ولی من یه بچه پایین بودم. میگن کل خانواده‌اش رفتن آمریکا، ولی حمید هنوز نتونسته بود بره پیش خانواده‌اش. میگفتن انقدر غرق عشق و حاله که هنوز دخترها از خونه نرفته بودن بیرون، دو سه تا دیگه میومدن و جاشونو میگرفتن. حسابی بچه پولدار بود. اون مهمونی هم مال حمید بود که من به واسطه یکی از دوستام به اون مهمونی پانباز شده بود. خانواده رو پیشونده بودم و برم ببینم که مهمونی این بچه پولدار که میگن چجوریه. دوستم با این بچه پولدار دوست بود. ما رو هم به واسطه اون دوستم دعوت کرده بودن. حسابی به خودمون رسیده بودیم. اما کاملا فرق بین اونها با ما پیدا بود. دخترایی که توی اون مهمونی بودن یکی از یکی خوشگل‌تر بودن و زیباتر و باکلاس‌تر بودن. دخترها از سر کول حمید بالا می رفتن. منم مثل ندید بدیدا محو خونه و زندگی حمید شده بودم. به دوستم می گفتم حق ما نیست که ما اینطوری زندگی کنیم. خیلی غصه می خوردم. مثلا اومده بودم که شاد باشم. خدایی اگه اینا زندگی می کنن، ما داریم چیکار می کنیم؟ انقدر اون شب زیاده روی کرده بودم، نمیدونم کی رفته بودم و توی یکی از اتاقها خوابیده بودم. صبح که شد حمید اومده بود بالا سرم، می گفت دختر خانم بلند شو ببینم تو کی هستی؟ تو رو اینجا جا گذاشتن؟ چون من هیکل کوچولویی داشتم. به من میگفت جاسویچی تو رو اینجا جا گذاشتن؟ همون حالت گیج و منگی پرسیدم ای وای شیوا کجاست؟ گفت همون که دوست دختر احسانه. گفتم بله. گفت اونا دیشب رفتن. فهمیدم شیوا انقدر خورده بود و مست کرده بود که پاک منو یادش رفته بود. گفت آخه جاسویچی حالا چیزی از مجلس دیشب فهمیدی؟ تو که عادت نداشتی نباید انقدر میخوردی. دفعه اولت بود؟ گفتم والا من دفعه اولم که چرس کنم، اصلا توی همچین مهمونی شرکت نمی کردم. حمید حسابی خندش گرفته بود. گفت حالا این یه فنجون قهوه رو بخور، بذار حالت نرمال بشه تا بریم بپرسیم که حال و هوای خونتون کجاست. گفتم ما خونمون بالاتر از میدون منیری است. رفتیم و سوار ماشینش شدیم. انقدر ماشینش دم و دستگاه داشت که من نمیفهمیدم چی هست. هی سوال میکردم این چیه اون چیه. حمیدم میخندید و جواب میداد. یه دفعه موبایلم زنگ خورد. شیوا بود. گفت دختر تو کجایی؟ گفتم خانم جون شما منو دیشب فراموش کردید. من امروز توی خونه حمید بیدار شدم. گفت به خدا ما خودمونم حالمون بهتر از حال تو نبود. شیوا گفت مامانت از دیشب تا حالا پدر ما رو درآورده، از بس به من زنگ زده. گفتم شیوا دارم با حمید میرم خونه خودمون. حمید گفت وای خدای من چقدر دختر سرساده ای هستی، حالا تو با این لباس و کفش بری تو محلتون که برات حرف در میارن. دور زد و رفت توی مغازه وایساد و یه جفت کفش و لباس برام خرید. تنم کردم. منو جلوی در خونمون پیاده کرد. شماره موبایل بهم داد و گفت بیا جاسویچی، رسیدی خونه یه زنگ به من بزن. بگو برات اتفاقی نیفتاده. رسیدم خونه و زنگ زدم. گفتم نه حمید جان، همه چیز اوکیه. حمید ازم پرسید کار پدرت چیه؟ گفتم پدرم کارش تولیدی بوده. دستگاه میفته رو پاشو فلج میشه. مامانم هم به خاطر اینکه کمک خرجمون باشه توی تولیدی کار میکنه. یه برادر خیلی کوچیک‌تر از خودم هم دارم که خیلی دوستش دارم. از اون شب به بعد دائم در فکر حمید بودم. با اینکه خودم سال اول دانشگاه بود، یه سره به حمید فکر میکردم. با خودم میگفتم خوش به حال کسی که زن حمید بشه. سه هفته بعد یه شب حمید به من یه مسیج داد که چطوری جاسویچی؟ گفتم خوبم. از اون شب مسیج بازی های ما شروع شد و شیوا مرتب بهم میگفت مواظب خودت باش، کسی گولت نزنه، بلا ملا سرت نیاره، بهش اعتماد نکنی، تنها نری خونهشون. دیگه به حرف هیچ کی گوش نمیدادم. سخت عاشق حمید بودم. میومد در دانشگاه دنبالم و عشق میکردیم. جلوی همه با یه همچین ماشینی میومد دنبالم. هر وقت که دانشگاه داشتم دانشگاه رو میپیچوندم و میرفتم با حمید خونه شون. حمید هم
برام همه چیز میخرید، از لباس و طلا گرفته تا هرچی که فکرشو بکنی. یه شب که خونهشون بودم مشروب آورد با هم خوردیم، هر دومون داغ شده بودیم و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. من عاشق حمید شده بودم و دیگه جرئت نمیکردم به شیوا هم بگم. همون روزا بود که خالم برای پسرش اومده بود خواستگاری من. مامان و بابا هم بهش جواب مثبت داده بودن. پسر خالم دستش به دهنش میرسید. زنگ زدم به حمید، مثل احمقها همه چیزو بهش گفتم. اونم شروع کرد داد و بیداد و گفت تو زن منی، کی میخواد تو رو شوهر بده؟ فرداش دیدم با گل و شیرینی بلند شد اومد خواستگاری منو، گفت من هم دانشگاهی دختر شما هستم و خیلی وقته که دخترتون رو میخوام. من از خوشحالی داشتم بال در می آوردم، گفتم خدایا دارم خواب میبینم. بردمش توی اتاق گفتم حمید جان ببین زندگی ما اینه، یه اتاق داریم، شما خونتون 10 تا اتاق داره. خلاصه بگم چه عروسی شاهانه ای برام گرفت و خانواده‌اش هم از آمریکا اومدن و تعجب کرده بودن با این همه دختر که دور من بودن چطور من این دختر رو انتخاب کرده بودم. من هیچ اهمیتی نمیدادم. چند سال من زندگی بسیار خوبی داشتم و بعد از 4 سال حامله شدم. نزدیکای زایمانم بود، دیدم که یک شب یه مسیج برای حمید اومد که نوشته بود خیلی دلم برات تنگ شده، کی ببینمت. مسیج رو باز کردم و دیدم وای چه فیلمهایی چه حرفایی. خلاصه حمید بیدار شد و شروع کردم به داد و بیداد کردن. اون شب از بس حالم بد شد، بچم 2 هفته زودتر از موعد به دنیا اومد و توی دستگاه بود. دیگه هیچ چیزی رو نمیتونستم بهش فکر بکنم به جز طلاق، با اینکه عاشق حمید بودم فقط میگفتم طلاق. بالاخره حمید راضی شد مهریه‌مو بده و با یک بچه 3 ماهه طلاق گرفتم. مادرم اشک میریخت که با یک بچه 3 ماهه میخوای چیکار کنی؟ تمام مهریه‌مو داد و بچه رو هم تا 7 سال حضانتش رو داد به من. پویان پسرم بسیار بچه شیرین و خواستنی بود. پدرش هر هفته میومد میبردش پیش خودش، میگفتم حمید بچه میخواد چیکار کنه؟ اون که همه فکر و ذکرش دختربازی بود، ولی من اشتباه میکردم. یک روز با وکیلش حرف زدم، گفت حمید داره کارهای خودش رو پویان رو انجام میده، میخواد بره آمریکا. در ضمن پسرخاله‌اش هم ازدواج نکرده بود و جاسوسی رو براش نامزد کرده بودن. اومدم زنگ زدم برای حمید، گفتم حمید شنیدم با پویان میخواید برید آمریکا. گفت آره. التماس کردم، گریه کردم. بعد از 1 ساعت گفت امشب شوهرتو بپیچون بیا ویلا کارت دارم. مجبور بودم برم، فقط گریه میکردم که خدا اگه بچه‌مو ازم بگیره چیکار کنم. وقتی دیدم مثل همیشه جذاب و خوشگل و خوشتیپ و سنش بالاتر رفته بود و بهتر از همیشه بود، هر چی التماسش کردم گفت باید با من ازدواج کنی تا بچه‌مو ازت نگیرم. الان 2 ماهه دارم فکر میکنم خدایا تو راهی جلوی پام بذار و از شنونده های رادیو ممنوعه میخوام که منو راهنمایی کنن. من به عنوان شنونده این داستان که عین داستان شما رو منعکس میکنم، از شما میخوام به پیش حمید شوهر و پدر بچه‌تون برگردید و همه در زندگیشون مشکلات دارن. قطعا شما هیچ اطمینانی نداری که پسر خالت هم بهت خیانت نکنه، پس بنابراین باید همیشه به زندگیت یه فرصت بدی و به خاطر فرزندانت ایثار بکنی. گذشته درس عبرت توست، زمان حال هدیه توست و آینده انگیزه توست. امیدوارم انگیزه های روشنی در پیش داشته باشی. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمانید.